خیابان آرتما، حومه شهر کیف، اوکراین. Спеши! Скорей! Скорей! Иди, иди! Ты подожди! Включите свет. موقعیت مروارید میکشم جلو و یه سطح دیگه هم همینجا. یا علی، خیر پیش.
خوش اومده. نفر بعد؟ نفر بعد لطفا. آقا با شما هستم، بفرمایید. پاسپورت لطفا. شما برای چی اومدین؟ برای گردش. نفر بعد. سلام، خوش گلدیم. گه برا بردیم. گل تی پراوده اوز نت مینیا نکانه ساستاویل اختی استانیل سیا سیلاو ایستانیل سیا چمونو گفتی استانیل سیا او موی دروگ قرقون نویا سخلان دیار سیا مانو جه تی بیا داجه تو سیخ پر سیلوینیا تی بیا خانم بچه ها چطورن؟ چرا اونا رو نیاوردیم؟ من برای تفریح نیامدم. امیدوارم که باعث زحمت شما نشم. خواهش میکنم. باید در اولین فرصت خودم رو با آبای خلیج فارس برسونم. نگران نباش. وقتی که خبر دادی میای دنبالش بودم. یه دوست دارم که میتونه کمکت کنه. متشکرم ولادی. علیرضا جون کجایی؟ عمه جون جون عمه میتونم این توپو با خودم بیارم؟ البته که میتونی پسر خوب. سلام آقای اسدی. با من کاری داشتین؟ سلام آقای احمدی. حالتون چطوره؟ متاسفم که مجبور شدم سفرتون رو به هم بزنم. این خبر رو که دیدی؟ پناهنده شدن 30 دانشمند علوم هسته‌ای شوروی سابق به آمریکا. این یکی چی؟ در پی درگیری امنیتی در اوکراین یک دیپلمات آمریکایی از آن کشور اخراج شد. ولی منابع ما خبر کاملتری فرستادن. تو اون درگیری یک دیپلمات آمریکایی کشته و دانشمند روسی به نام میخائیل گوگول موفق به فرار شد. ظاهرا نیروهای امنیتی اوکراین یک ملاقات جاسوسی رو به هم زدن. سفر ما رو به هم زدی که همین رو بگی. قرار بود آقای گوگل کشف جدیدش رو که داخل یک جعبه جاسازی شده بود به مأمور آمریکایی توماس برسونه. موضوع داره جالب میشه. بله خیلی. اینا تازه ترین اسلاید هایی که بچه ها فرستادن. نفر سمت راست توماس کارتر، دیپلمات اخراجی از اوکراین، متخصص امور خاورمیانه و بلوک شرق در سازمان CIA. نفر سمت چپ سیروس اسکندرانی، رهبر باند قاچاق خاویاره. این مجموعه اطلاعات چیزی رو برای تو روشن نمی‌کنه؟ می‌خوای بگی اسکندرانی وارد ماجرای جاسوسی شده؟ علاوه بر اون منابع ما خبر دادن که گوگل با عبور از خاک آذربایجان به طرف ایران می اومده. اطلاعات بیشتری راجع به اسکندرانی نداری؟ چرا؟ سیروس اسکندرانی فرزند شاهرخ متولد 1318 از رکن دوی ارتش به سواک رفته و
و از افسران گارد شاهنشاهی بوده. در کشتار 17 شهریور 57 فرمانده اسکادران هلیکوپتر مهاجم به مردم بوده. ضمن همکاری با گروهک‌های ضد انقلاب در آشوب‌های مرزی کردستان و خوزستان نقش فعالی داشته. بعد از جنگ تحمیلی به یکی از مهره‌های قاچاق اقتصادی و اطلاعاتی تبدیل شده. سیروس اسکندرانی رهبر باند قاچاق خاویار و رابط توماس مأمور آمریکایی با ضد انقلاب‌های فراری است. میدونستم یادت میاد. با اسم مستعار جابر زهتابی، مترجم و شکنجهگر بعثی‌ها در اسارتگاه تکرید. اونا میخوان به هر قیمتی شده محموله گوگل رو برگردونن. این جونور با پای خودش داره میاد تو تله. نباید فرصت رو از دست داد. نمی کردم حالا که همه چیز عوض شده از اونجا دل بکنی. ولی من چندانم دل نکندم. یه سفر موقت، البته اگه مثل سفر خود دائم نباشه. موقعیت فعلی تو با اون موقع من خیلی فرق میکنه. من مجبور بودم که از اردوگاه های کار اجباری استالین در برم. تو که این مشکل نداری؟ شاید حق با تو باشه، ولی من فکر نمی‌کنم چندان فرقی کرده باشه. با این تفاوت که حالا دیگه دیوار آهنین نیست. زیادم خوشبین نباش. اونورم دیوارهای نامرئی فراوانی وجود داره. ولی نمی‌دونم چرا از اینجا می‌خوای بری؟ مرزهای اروپا بهتر نبود؟ نفوذ کاگبه اونجا بیشتره. نمی‌خوام ریسک کنم. اینها اینجاست. بفرمایید. شما و شما. کاریت داشتم. نه نمیگی. ببین آقا باسه، بس دیگه. جون علیرضا به سرمون تو لاک خودمون باشه. این بچه مادر نداره، لااقل یه مدت پدر داشته باشه. ده نشد. من که هنوز نگفتم چه کاری دارم. قصه علیرضا رو نخور. میخوای بگی من نیام همه چی را میبره؟ مطمئنم اگه میدونستی دنبال کی میگردم بی برو برگرد قبول میکنم. موضوع چیه؟ داخلی یا بین‌المللی؟ در واقع هم داخلی هم خارجی. توقف دوبله و غیر مجاز سواری های مسافر بعد بر مشکل بارا دیگه آقا چرا نمیری؟ مگه نمیبینی راه بنده دیگه؟ موضوع جدیه؟ از اینم جدی تره.
لااقل خارجی شد دیگه با تکم چرا بی خود درد سر درست بشه؟ سفر مجدد گالیندوپول نماینده سازمان حقوق بشر به ایران در پی اعتراض گسترده خانواده های شهدا و قربانیان تروریسم آقای گالیندوپول صبح امروز در رأس هیئت بلندپایه سازمان حقوق بشر وارد تهران شد وی اعلام نموده که با علاقه تمام به حرف های معترضین گوش سلام یه خبر برات داشتم سلام چی شده؟ یه قتل در شمال اتفاق افتاده که بی ارتباط با قضیه گوگل نیست بهتر خودتو برسونی اونجا داشتم برنامه رفتن و میرختم آقا رضا عالیه سلام ما رو هم بهش برسون بگو مامن اگه تو از ما بریدی ما از تو نبریدیم باشه چشم امری نیست خداحافظ خداحافظ شنیدی که سربازید در اومد آقا را 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 خیلی خوب ببرنش بلندش کن گوگل از دوستای قدیمیش بود تازه اومده بود عجله داشت زودتر بره از شوهرم کمک میخواست شوهرم اونو آورده بود اینجا برای همین کار اینجا چرا؟ نمیدونم قرار بود جبار رو ببینن مطمئنی؟ بله قرارشون همینجا بود جبار؟ شما از این جبار چی میدونین؟ چند ساله مادرش میاد خونه ی ما و به من کمک میکنه فقط همین پسر رو داره جبار تو کار خرید و فروش خاویاره گاه گداری هم واسه ی ما میابرد آدرسی عکسی ازش ندارین؟ الان حواسم نیست باید فکر کنم آقا پسر بیا سلام آقا لایله مردابه سلام چه دستگل قشنگی خودت میچینی؟ بله آقا کلا آفتابگیر نوشابه سیگار آدامس نوشابه خنک بدم آقا فعلا صبر کن ببینم این دور و برا جبار میشناسی؟ همونی که سر صورتش زخمی شده مگه چند تا جبار میشناسی؟ فقط یکی همین یکی هم تو قهوه‌خونه صیاده میاد. بهار دشت سرا سبز و گشته بیاکور بهار بهار دیدار وقتی چقدر تنهایی سخته گره خطر ایه او شب زمستان مراوده بده به زیر باران بگیر مال تو با من چی کاری داری؟ بیا استه ملکیه اون آقا داد آروم باش گفتم آروم باش کاری ندارم
جمار کجایی؟ جمار عجیبه، با من همینجا قرار گذاشته بود. جمار آقای گوگل. بله خودم هستم. ما از طرف توماس اومدیم، میخواستیم بدیم مواد. کدام مواد؟ موادی در کاغذ. ما فرصت زیادی نداریم، بهتره با هم رو راست باشیم. من رو راستم، موادی در کار نیست. منو ببرین پیش توماس. گفتم بهتره با هم رو راست باشیم. ما بدون مواد از اینجا نمیریم. حرف منو نمیفهمی. من باید توماس رو ببینم. من نمیفهمم. برش کن. من نمیفهمم که زبون ما رو خوب بلدی. گفتم برش کن. نمیشه از اینجا رو. برش کن. برش کنید. کاری نداشته باشی. اونو نزنی. نزنی. ایراستو کی از این ملاقات خبر داشت؟ سرکا جون، به خدا من به هیچ کس نگفتم. اما چرا؟ وقتی داشتم با بلادی صحبت میکردم اجدرم کنم واشده بود. غیر از اون کسی نبود. من به خدا بیگناهم سرکا، به خدا بیگناهم، اجدرم اونجا بود. چرا کتکت زدن؟ اونا داشتن نمره یه جعبه میگشتن، فهم میگره پیش منه یا ازش خبر دارم. ببرش. ده ببیر دیگه. برش کردم، برش کردم. مرواریدایی بابا عشق میکنی بابا ببینی ببینی برواری داغ کره با خون اجدر کجاست؟ همینجا بود. سلام علیکم. قربونت یه خورده نورش رو بچرخونی این بر، یه خورده بچرخونی بر. پس کجاستی؟ دوزاری مفتده بود همینجا. همینجا بود. پیداش نه بابا که کلوخه که یه دوزاری داشتم افتاده بودم اینجا همینجا همین نقطه چی؟ بالا عوضی گرفته سرکار من که کاری میکردم من داشتم دوباره دوزاری رو بگشتم برای گرفتم من بیگناهم بیگناهم سرکار من بیگناهم سرکار من کسی رو نکشتم به خدا من کسی رو نکشتم بل کردم علیکی علیکی افتاده بید Thank you.
کیه؟ بفرمایید. خانم حسینو؟ بله. زحمت نکشید. چند دقیقه بیشتر مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. بفرمایید. متشکرم. قابل شما رو نداره. خیلی ممنون. از طرف تمام بچه هایی که به آقای حسینوف ارادت داشتن اما نتونستن خدمت برسن. متشکرم. خواهش میکنم از طرف من از همشون تشکر کنید. خدا رحمتشون کنه. عجب واقعی تأسف‌باری بود. هیچ کس باور نمی کنه اینجوری شده باشه. خدا لعنت کنه بعضی رو که پشت سر رفتگانم حرف میزنن. چی شده؟ مگه چی میگن؟ هیچی. شما خودتون رو ناراحت نکنید. بهتره به این حرف اهمیت ندید. همش تقصیر اون جباره که باعث شده شایعه سر زبونا بیفته. جبار؟ آره، همون پسره ویلگارد. بی صفت نمک نشناس. حیف اون همه کمکی که به خودش و مادرش کردیم. مگه چی گفته؟ آخه شما بگی کجای اون خدا بیامرز میامد که قاچاق چی باشه؟ مامان بزرگ. چه بچه نازی. بیا اینجا عزیزم. آخه دستم داشت خفه میشد. سلام علیکم. ببرش. به خدا ما نکشتی. حالا نمیذاریم به کی سوگند بخوریم. جرف سربا. اگه بیگناه هم باشی فعلا تو تنها کسی هستی که تو این پرونده پات گیره. اگه نتونی بیگناهی تو ثابت کنی شاید سرت بر بالای دار. آخه چه فقط من؟ خب اون کیه؟ گفتم اون کیه؟ تو خارجه. منو برای بچه ها براش خاویار جور میکنی میرفستیم بره. خب مثل اینکه خدا برات فرجی کرده. اگه میخوای خلاص شی هر چی میدونی باید بگی. نوکر تجار سر با به خدا خیلی مردی. هر چی بگین در خدمتی. نوکرت هم در بس به خدا. بی خود شلوغش نکن. بشین. چشم. آخه چرا حرف منو باور نمیکنین؟ آخه چرا؟ من چه غلطی کردم که کسی حرفمو باور نمیکنه؟ باور کردن حرفات بستگی به این داره که چجور با ما را بیای. زن ساده و بدبختی بود. برو سر اصل مطلب. مامورا حساسیتشون بیشتر رو خاویار تا گوگل. مواد رادیواکتیویته چی؟ اونا اصلا راجع به این موضوع چیزی مطرح نکردن. به نظر من تحلیل اونا اینه که یه درگیری داخلی بین قاچاقچیا بوده. همینو بس. مطمئنی؟ بله مطمئنم. ضمناً جبار و اشترم آزاد شده. اگه تحلیل دیگه ای داشتن شاید به این زودی آزاد نمی شده. با وجود این فکر میکنم کلکی تو کارشون باشه. خب اشتر رو پیدا کن. میخوام باهاش صحبت کنم. چشم. شما جون من چی میخواین؟ من که گفتم چیزی همرام نیست. ولی تو با مواد رادیواکتیویته فرار کردی. من شما را نمیشناسم. مگه راست میگین از پیش تاماس آمدین منو ببرین پیش اون؟ باشه میبریمت. الو اجدر کی آزاد شدی؟ سلام علیکم شن خان. دیرو قربان. بگو ببینم دنبال چی بودن؟ میخواستم بدونن غیر من و جبار کیا تو کار خاویارن. اونا همان خواستن باشون همکاری کنم. خب تو چی گفتی؟ اونا برای من پاپوش درست کردن. منو متهم به قتل کردن.
برای میگه چیکار کنم قربان؟ فعلا هر کاری میگم بکن تا ببینم چیکار باید بکنی. آفرین، خوب شروع کردی. امروز جواب آزمایش رو گرفتم، مثبته. به به، خب مبارکه انشالله. مواظب خودت باش. علیرضا چطوره؟ حالش خوبه، قراره داداشم بیارتش خونه. فقط یه خورده برای جور نشدن مسافرت دماغه. بهش بگو یه مشهد از من طلب کنه. اینشالله. باباش انقلاب ایدئولوژی کرده یا نه؟ چطور مگه؟ دلم میخواستم بیاری ولی باشه برای یه موقع دیگه. وقتی شما نیستی دلم شور میزنه. قول بده بچه خوبی باشی و عمه را اذیت نکنی. چشم. آفرین. تو بنداز و الا استخوناتو خورد میکنم. بندازش. کرد تو به جای رفقی نیومدی پایین. بگی بخور، حالت جا میاره. بخور. چیه؟ آب هویجه، بخورش. فهمیدی طرف کی بود؟ آره. اینجوری هم قیافت بدک نیست ها. بله، بایدم بخندی. ببین ما رو به چه روزی انداختی. وزارت اطلاعات اعلام کرده این آقای چترباز، فیروز ملکشاهی، با اسم مستعار داریوش، عضو شاخه نظامی گروه جاسوسی اسکندرانی بوده. همین. بنابراین مهمترین قسمت این اسلحه قبضه چکاننده اونه که خودش حاوی قطعات ریز و دقیق تریه. در اصل همه چیز به خوب کار کردن این قسمت بستگی داره. حالا به اسلاید بعدی توجه کنید. لطفاً توجه بفرمایید. این تصویر قبضه چکاننده است. ضامن قبضه سه توقف داره. اولی مربوط به تکتیره. دومی مربوط به رگباره و سومی جلوی شلیک یا چکاندن قبضه اسلحه رو میگیره. یادتون باشه همیشه باید مراقب بود ضامن قبضه روی دکمه آخری باشه، مگه موقع تیراندازی. ببخشید آقای احمدی تماس گرفتن، پشت خط منتظر. خیلی عذر میخوام، الان برمیگردم. الو. سلام. سلام، حالت چطوره؟ داداشم اومد؟ آره اینجاست. چی شده؟ گوش کنم، وقت ندارم. دفترچه تلفن منو زدن، ممکنه مزاحمت بشن. بهتره برنامه کارتو تغییر بدی. گوشی رو بده. من مراقب خودت هم باشی. چی گفتی؟ یه خود واضح‌تر حرف بزن، نمیفهمم. گفتم مراقب خودت باش، برنامه کارتو تغییر بدی، تو رفت آمدت هم دقت کن. اگه خبری شد منو در جریان بذار. تو حالت خوبه؟ آره من خوبم، نگران نباش. تو رو خدا مواظب خودت باش. علیرضا کجاست؟ همینجاست، پیش منه. دیگه سفارش نمیکنم. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.
وصل کنم. یواشتر بابا. آقا رشید از اون برای آب اومده و بندر عباس یه پشت کوبیده تا اینجا 500 کیلو هم میخواد، پولش هم نقده. این معامله میتونه شروع یه کار بزرگ باشه. راجب قیمت تو چیزی به آقا گفتی؟ حتی راجب مخارج تحویل تهران هم گفتم. موافقه موافقه. آره گرچه به قیافش نمیاد من یه کارش میکنم. بیرون منتظر جوابم. هوای اینجا آلوده است. اجدر چونه اجدر؟ یه نقه صبر کن کارت دارم. چش چش ام جان که چقدر مطمئنی که سه نمیشه؟ برنامه مشخصه. میخوای یه دستی مفصلی به من را بزنی؟ یه پول مفتم تو چنگمونه. تو اینجاشم حسابی خفت افتادن. ولی هوشنگ خان رو گیر افتادن بچه ها فکر کرد ما رو ببره بچه هاست. نه خود که بهتر میدونه قضیه باید بالاتر از این حرف باشه. دوست ندارم تو کار بزرگتر ها دخالت بشه. شش آقا رسی چش من که بچه نیستم. بذاری جوابه نزه ببره. سلام علیکم. اصلا از تو جور کردم مشتری نداشی؟ دویست آره بازم هست. یکی اومده 500 تا میخواد. 100 تا دیگه هست. دو آره. 300 من میتونی؟ آره برون خیالت راحت راحت باشه. باشه حامد. حامد فاتح. فاتح حامد به گوشم. حامد اومد بیرون داریش؟ فاتح جان دارد بشه. بسیار موفق شدم با توماس ارتباط برقرار کنم. پشت خط منتظره. الو مستر توماس؟ بله خودم هستم. خب چه کار کردین؟ موفق شدین؟ هنوز محموله به دست ما نرسیده. اون تقاضای ملاقات با شما رو داره. میگه از محموله خبری نیست. نباید دروغ گفته باشه. بی عرضه. بیاورش اینجا. میخواهم خودم باهاش حرف بزنم. چطور بیاریمش؟ مگه هندونه هست؟ این دیگه مشکل شماست. بهتره بیشتر از این صحبت نکنید. ممکن است ردتون رو پیدا کنند. صاحب کن. خودم جواب میدم. اینا رو جمع کن. الو بله. بله. سلام قربان. بله قربان. روسی بیکله میخواد همشو خودش بکشه بالا. بذار کارشو بکنه. مرتب برای تو جریان بذار. هر قد بخوام براشون. چشم. دیگه سفارش نمیکنم. اطاعت میشه قربان. خیالتون راحت باشه. باریکلا. پس کارتو خوب بلدی. موسیقی
برجام. رضا جون داریش؟ دارمش. یا علی خب، حالا بس چی کار کنه؟ بچه، چند تا چای بردی بیا؟ رو چشم نصف اینجا، نصف تو خب؟ یک سوم اینجا، بقیه تهرون قدیم تازش کماردی بیا دود باش، خرج کار بالا روال ما اینه مگی نه؟ آرشید هم درست میگه، شما هم درست میگین جوش بدیم بره دیگه. بچه شد این قلیون او چشم اومد قلیون بده خدمت آقراسی این شماره تلفن منه. به محض رسیدن به تهران با هم تماس بگیر، زنگ بزن میگم چیکار کنی. در ضمن دوست ندارم کسی بهم کلک بزنه. بفرما آقراسی. اگه طرف شناس نیست میتونی به هر گردی. یا ای آقا رسی کارش حرف نهره با حرف تا آقا ما بیسته. از خوش آروسی از که تو حالا تنها تنها میپری؟ از وقتی بزرگ شدم بی خیال دارم. آره جون آمد یهو دیدی روسی میکله پری. با این 500 کیلوی خاویار جنابالی خیلی هاشون شناسایی شدن. اگه جای تو بودم عملیات شروع میکردم، همه شون رو جمع میکردم. اینا 100% توی تهران پایگاه دارن. ارطور سلام، برحال رئیس تویی. قبل از حرکت جنسا من تهران رفتی پیش بچه ها سلام برسون. اینم به دهلی رضا. دست درد نکنه. خداحافظ. مثل که ناسلامتی ما با باییم. خداحافظ. پرواز شماره 313 از تهران همکنون به زمین نشست. اینا به گیر افتادن برای بچه هم رضایت نمیدم. باشه بذار بیان جلو. میدونیم چی کار کنیم، فقط مواظب باش زیر نظر نباشیم. چش حسابی خرشون کردم، بهم کاملا اعتماد دارم. توی جنسام یه جا برای ما بذاریم، بسته داریم. چش حتما. این یارو احمدی بد جوری پیله کرده، میترسم کار خراب کنه. نگران نباش، اینا رو خوب میشناسم. یکم که سرشون رو شلوغ کنی گیج میشن. تو تهران قالش میذاریم. قبل از رسیدن جنسا شما باید تهران باشین. کارایی که باید بکنین این تو نوشته شده. تو نباشه سفارش هوشنگ خانه، بیا کمک کن برسونینش تهران. نشد این که مرده؟
اگه نشنیدی چی گفت؟ سفارش اوشنخانه؟ یانپول بهش زدن تا خود درون خوابه صبر کن ببینم ما تو کار خاویاریم نه آدم توسی یاله جمعش کنیم صبر کن آقا رسی صبر کن ما فقط خاویار میبریم نوکر تمکاری مزدی داره بی خودی خرابش نکن دیگه راست میگه چه تو حیوان حالا شد یه چیزی میانم چقدر به ما میباسه تو کاری نباشه بی نصیب نمیمونه حمید فاتح حمید گرفتمش شرقی به مسیرمون ادامه میدیم. دریا شد. منتظر گزارش بعدی هستیم. شنیدم تمام. داریم به پلیس راه نزدیک میشیم. نگران نباشید. با پلیس راه هماهنگی شد. سعی کنید زیاد بهش نزدیک نشید. اگر مشکلی پیش اومد فوراً منو در جریان بگذارید. به امید خدا تهران هم دیگه رو میبینید. تمام. دریا شد تمام. هنوز تو حومه شهر در حوزه دید دوربین ها قرار نگرفت تا اینجاش که خوب آزمایش پس داده بله بله بفرمایید سلام علیکم از دفتر ستاد تهران بزرگ زنگ میزنم سلام علیکم خواهش میکنم بفرمایید اجازه میدین برم بازی با خانم احمدی کار داشتم ایشون الان کلاس هستن پیغامی داریم بفرمایین بعد از کلاس بهشون میدم از طرف همسرشون پیغامی داشتم کلاسشون کی تموم میشه باید تا یک ساعت دیگه تموم بشه بعدش بازم کلاس دارن نه فکر کنم برن منزل پیغامیتون رو بفرمایید میخواستم با خودشون صحبت کنم خیلی ممنون فکر کنم تا اون موقع خود آقای احمدی با منزل تماس بگیرم به هر حال من پیغامتون رو به خانم احمدی میرسونم متشکرم ببخشید که مزاحم شدم خدافظ همه چی آماده است خوبه خیلی خوبه تغییر جهت از 2491 به 2495 مفهومه؟
جان. چادر رو بکش. زود باش سوار شو. موقعیت 4971 ثابت بدون حرکت. بهتره با احتیاط محل رو از نزدیک چک کنید. باشه چشم. فاتح جون هیچ اثری از 4971 دیده نمیشه. موقعیت هم ثابت مونده. شنیدم تمام. سلام عمی. سلام. خسته نباشید. متشکرم. با اجازتون من دیگه داشتم میرفتم. از ستاد تهران بزرگ با شما کار داشتن. چی؟ خب گفتن ممکن آقای احمدی با منزل تماس بگیرن. اون هیچ وقت پیغام نمیده. با اجازتون خداحافظ. خداحافظ. متشکرم. به شما بگم مامان؟ البته عزیز دلم، البته که میتونی بگی مامان. علیرضا جون بگو ببینم پسرم، منو بیشتر دوست داری یا باباتو؟ میدونی چند وقته نگفتم مامان؟ سلام علیکم. خیلی ممنون. با خانم احمدی کار داشتم. ایشون همین پیش پای شما تشریف بردن. نمیدونی از کدوم طرف رفتن؟ اگه تونتر بریم فکر کنم بهشون برسیم. متشکرم. Thank you.
سب آب شده رفته تو زمین؟ اشکال نداره، نگران نباش، پیداش میکنه. فقط یک راه داریم، اونم تماس رستم با آبدینیه. آبدینی رو خبر کنین بیاد اینجا. چشم. بهتر از اینجا بریم، فکر نکنم آبدینی بتونه بیاد. ما میریم پیش اون. متاسفانه مجبور شدیم کورتاژ کنیم، بچه تلف شده بود. اینجوری که تو عکس نشون میده دو تا تیر خورده نزدیک قلبش. خدا رحم کرده، باید دعا کرد. ببخشید. ساده بیرون فکر میکنم کلکی تو کارش باشه. از این لحظه کامیون تحویل خودت. با این تلفن کاری نداشته باش، منتظر یه تلفن ضروری هست. چشم. مواد رادیواکتیویته در کار نیست، این تلکس ایستگاهه. ظاهرا محموله تو اون درگیری دست کاگبه افتاده. بفرمید. آقا رشید صحبت کنن. شما باید رستم باشید. خیالت راحت باشه، رشید به من گفته بود تماس میگیری.
حالا کجایی؟ نرخ فرق کرده. قرار هرچی بوده همون سر جاشه. الان وز فرق میکنه. یه محموله دوبله دارم، مطمئنم خیلی به دردتون میخوره. راجب چی صحبت میکنی؟ ببین چی میگم. چرا حرف نمیزنی؟ به من اعتماد کن، حرف بزن. رستم. الو. 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 آدرس دقیق و کروکی کیوسک تلفن. خط هنوز برقراره. پیداش کردم. خودشه، پیداش کردم. اورژانس خبر کنید. هنوز بزرگ نشدی؟ پس کو آدرس؟ کمکم. ایناش پیداش کردم. نامردی نکن، به دایم برس. بشو چی کار میکنیم؟ تو که نمیخوای مثل اون خدا بیا مرز تنه تنه بپری به بود جون میخوای؟ به کلیه گشتی های سفید از ستاد عملیات تهران بزرگ منطقه مورد نظر 5429 سوژه کامیون کانکستار به رنگ لیمویی. به تبریک میگم. گوگل تو دستمونه. بهتره یه خود استراحت کنی. بگم کامیون رو متوقف بکنن. این دستور یا پیشنهاد اون از شمال تو دستمون بود. تو راه بهتری به نظرت میرسه؟ علی رضا پیش اون جونه بره. تنها سرنخمونم همین کامیونه. نکام دیگه باشه، اینا چی میشن؟ میذاریم باشن، کمک کن.
چشم. دیگه دنبالمون نمیان. باش. هنوز نرسیده. منتظریم. آقای احمدی، اونا خیلی نامردن. من سعی خودم کردم. شما نگران نباشید. باید میرفت خیابون جلفانی. سلام آقا پسر، تو دیگه چیکار کردی که اینجایی؟ منو دزدیدن. یک ساعت گذشته، هنوز هیچ چیزی دستگیرمون نشده. صبر داشته باش، اگه 24 ساعت با ما باشی صبر ایوب نصیبت میشه. Thank you.
سلام. با این آقایی که الان اومد تو کار دارم. اون آقایی که رفت تو. همین آقایی که اومد تو. ها. راست چکن آقاش. سلام آقای آبدینی، چیزی میخواستی؟ سلام، وسایل من کجاست؟ اجازه بدی الان پرستار رو صدا میکنم. سب کن، گفتم وسایلم کجاست؟ سرکار، لباسام، اسلحه هم. آقا رضا تو اینجا چی کار میکنی؟ باید استراحت کنی. خسته شدم. از علی رضا چه خبر؟ الان کجاست؟ فقط امیدم به خداست. مگه من امیدم به خدا نیست؟ شما چی کار کردین؟ علی رضا کجاست؟ زنده است یا مرده؟ نمیدونم. ببین محسن، باید قضیه رو تمام کنی. باید علی رضا رو از چنگ جانیه در بیاری. دیگه آرتیست بازی بسه. دستور بده دستگیرشون کنن. رستم چی شد؟ نگاه کن به سر اون دختر چی اومده؟ اگه خواهر توه همسر منم هست. بذار خیالت راحت کنم. ما هیچ سر نخی نداریم. باید بشه
فکرامونو بذاریم رو هم، یه راهی پیدا کنیم. من نمیتونم این لشو دنبال خودم بکشم، میفهمی یا نه؟ هم خیمه زدم بالا سرمون، خودم هم نمیدونم میتونم در برم یا نه. احمق، میدونستم نمیتونی، کارو خراب کردی. احمق جد آبادت مردی که یانگ. این سر صدا مال چیه؟ چیزی نیست قربان. این بچه روزی چند دفعه شلوغ میکنه، خودش هم خسته میشه و خفه خون میگیره. علیرضا. علیرضا است. تو چیکار کنم؟ باز کنید! تو رو من اگر نتوانی زنده بیاوریش اینجا، نباید بگذاری دست ایرانی ها. کتک کنی
علیرضا! بابامه! علیرضا! پس بزنی. دو نفر بیشتر نیستن. الان ترتیبشون رو میدم. عجله کنیم. بجنبه. شکر. چطوره؟ بالاخره تموم شد. علیرضا چطوره؟ اونم خوبه.
خیلی خوب. شما برید. به سلامت.